خلع قدرت مولوی مهدی مجاهد و منتقل شدن او به کابل. بازداشت شماری از اعضای حزب تحریر در تخار از سوی طالبان. یک فعال مدنی زن در بلخ با شلیک گلوله بر پیشانیش کشته شد. همچنان گفتنی های تازه عبدالله محب. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. آماج نیوز گزارش میدهد یک فعال مدنی زن در بلخ با شلیک گلوله بر پیشانیش کشته شد. منابع به آماج میگویند که تفنگداران حنیفه نظری را با شلیک گلوله در شهر مزار شریف کشتند، اما هیچ کس جرأت ندارد تا در مورد صحبت کند. خبرنگار آماج تلاش کرد تا نظر مسئولان طالبان را داشته باشد، اما موفق نشد. بازداشت شماری از اعضای حزب تحریر در تخار از سوی طالبان. 8 صبح تخار. منابع محلی در ولایت تخار میگویند که شماری از اعضای حزب تحریر در این ولایت از سوی ریاست استخبارات طالبان دستگیر شدند. یک منبع امنیتی طالبان امروز سه‌شنبه 28 جدی به روزنامه 8 صبح میگوید که این افراد به اتهام عضویت در حزب تحریر و تبلیغ و بسترسازی به گروه داعش از سوی طالبان بازداشت شده است. مسئولان محلی طالبان در تخار اما به گونه رسمی در مورد بازداشت اعضای حزب تحریر چیزی نمیگوید. گفتنی است که حزب تحریر در حکومت پیشین برنامه های زیادی در تخار برگزار میکرد. حکومت پیشین دستور منع اجتماعات این حزب را داده بود. داوود نظری روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: مولوی مهدی مجاهد عازم کابل شد. امروز خواستم با ایشان مصاحبه تنظیم کنم. همراهان ایشان گفتند به زودی در کابل ملاقات خواهیم کرد. خبرهای خلع قدرت ایشان تا هنوز رد نشده است و امید که دروغ باشد. در غیر آن، امارت اسلامی پشتیبانه قوی را در مناطق مرکزی نقاط مختلف شمال کشور از دست خواهد داد و دیگر کمتر ازاره به حکومت فعلی اعتماد خواهد کرد. امروزه امنیت حاکم در مناطق مرکزی و مناطق شمال به خاطر تلاش های مهدی مجاهد و حضور موثرشان در بدنه حکومت است. داوود نظری، هزارستان نیوز. و در پایان، محب: می دانستیم که مذاکرات صلح منتج به پیروزی طالبان می شود. سربازان روحیه‌شان را از دست داده بودند. عبدالله محب، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین و از چهره‌های نزدیک به اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان، با نهاد اور اندیشکده سیاستگذاری عمومی آمریکایی در مورد عوامل سقوط افغانستان به دست طالبان گفتگو کرد. عبدالله محب در این گفتگو گفته است که مذاکرات صلح تفاوت دوست و دشمن را کمرنگ کرده و در تعریف دشمن سایه انداخته بود. او می افزاید که این امر باعث شده بود که سربازان روحیه‌شان را از دست بدهند. به گفته محب، در واقع سربازان نمی دانستند که با کی می جنگند. آقای محب تصریح می کند که وقتی کشورهای همسایه دانست که حکومت افغانستان بخشی از مذاکرات صلح نیست، تلاش کردند که مستقیم با طالبان ارتباط بگیرند و در نتیجه به طالبان کمک فرستادند. مشاور امنیت ملی حکومت پیشین تاکید میکند که حکومت افغانستان میدانست که گفتگوهای صلح منتج به پیروزی طالبان میشود. با این حال او اما میگوید که دولت آمریکا مسئله تغییر سیاستشان در قبال افغانستان با آنان را در میان نگذاشته بود. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.